دانش ارزش مطلق زمان است و برای انسانی با معرفت همچون غذا نیرو می بخشد. با یک و یک شما بیننده های اصیل تلویزیون سینما درود می گویم. این شو برنامه اینتلکتوالی میزونی خیرد است که طول این لحظه ها تماشا می کنید. برنامه با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ کشور، زبان ادبیات و دستگیری از سیاست بنیادکارانه سرور کشور محترم امام علی رحمان راه اندازی می شود. چرا برنامه ما میزونی خیرد نام گرفت و در آن کیها باید اشتراک کنند؟ در برنامه نفران اشتراک میکنند که بیشتر از تاریخ و فرهنگ نیاگانمون آگاه هستند و برنامه میزونی خیرد به آن خاطر نام گرفته است که یک کلمه چند معنا دارد و اشتراکچیان برنامه آن را در ترازوی خیردشون برکشیده پس آن اندیشه میرانند. امروز در برنامه ما اشتراک دارند یک گروه جوانان فعال از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. همه شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. فکر میکنم که علاقه شما از تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نظررسی ما در زمان صاحب استقلالی آگاه هستید و فکر میکنم یک برنامه جالب نیز در اینجا پیشکش بیننده ها خواهیم نمود. و یادآور میشیم که برنامه ما شکل تلویزیونی کراسورد یون کی سکنورد هایی که به واسطه در روزنامه و مجله ها است. سه سوال پیشنهاد میکنیم. نفرانی که به سوال ها جواب درست پیشنهاد میکنند به دور دوم رو خط میگیرند و در دور دوم سوال ها باز هم کمی دشوارتر میشوند و نفرانی که به سوال ها جواب درست پیشنهاد میکنند در دور نهایی رو خط میگیرند. یعنی اگر در برنامه سوال هایی که پیشنهاد می شوند و نفر اشتراک کننده به آن پاسخ می دهد و نفران دیگر چون جواب ندهند از برنامه اختصار می شوند. چون قانون برنامه ما همین است. یعنی باید از 7 نفری که در اینجا هست ما 3 نفر رو انتخاب کنیم و با دورها رو خط بگیرند. دوستان عزیز اکنون آغاز میکنیم بخش اولی برنامه رو که دور انتخابی نام گرفته است و در این بخش ما برای معین کردن اشتراکچیان برنامه 3 سوال پیشنهاد میکنیم و از آن همین 7 نفر باید 3 نفر اشتراکچی دور دوم بشوند. یکی از رمزهای جشن نوروز از گروه مواد هفت شین عبارت از 6 حرف. رمزهایی که در جشن نوروز در دسترخوان هر یکی ما آرسته می شود این شیرینی می باشد. شیرینی باز یک نمودی درخت هم نام دارد. نامگذاری کرده شده. خب کدام درخت است؟ شیرینی مثال گویم از توت هم شیرینی می کنند. خود من به شما کمی کمک می کنم. نوعی از ریحان رو نیز چونین می گویم. مرحمت. شیبیت. البته شبید نیست. در ادبیات کنایه از قدی موزون است. مرحمت. سوال نزدیک آلین این همون شمشاد می باشد. بله جواب کاملا درست است. یک کفکوبی میکنیم. معنی کلمه شرق رو شرق دید. مرحمت. البته یکی از عنصرهای می حسابند که همه روز به جامعه ما گرمی می بخشد. مفهوم کلمه شرق یا اینکه معنای کلمه شرق به فکر من این آفتاب است. از جایی که آفتاب طلوع میکند که می براید آن را شرق می گویند و آنجا که آفتاب غروب میکند آن را مغرب یا اینکه غرب می گویند. جواب کاملا درست است و اشتراکچی دور دوم ما یک نفر دیگر انتخاب شد. و اکنون ما سوال سیوم رو پیشنهاد میکنیم تا اینکه اشتراکچی دیگر رو معین کنیم. مردمان غیر عرب رو کیها میگفتند؟ 4 حرف. مردمان غیر عرب رو عجم میگفتند. بس رنج بردم در این سوال سی عجم زنده کردم بعد این پارسی. بیننده های عزیز همین طور در دور اولی برنامه ما 3 نفر اشتراکچی با دور دوم رو خط گرفتن و اکنون ما با 4 نفر دیگر باید خیر و خوش کنیم چون که با سوال ها جواب دادن نتوانستید.
یا به عبارت دیگر بگیم شاید امکانیت به شما ندادند. به همین طریق شما میتوانید برنامه ما رو ترک کنید. با همه شما ایثار سپاس. بار دیگر خوش آمدید. خوب دوستان عزیز، زینک غالبان دور اول معین شدند. اکنون باید با اونها شناس میشویم. مرحمت، خود رو شناس میکنیم. من نجمی فضل‌الله، دانشجوی کورس چهارمی فاکولته تاریخ نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدریدین عینی میباشم. هنگامی بعد از به انجام رسانیدن درس، یعنی در نشریه آموزگاری جوانی با نام یعنی نشریه آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به حیث خبرنگاری جمعیتی فعالیت میکنم. یعنی هم وقت یعنی با دانشجویان هستم و خود را خوشبخت میکنم که در چنین یعنی نشریه آموزگاری جوان که ما رو در آنجا پذیرفتن و کار و فعالیت میکنم و منداری خود را به آن همون نشریه آموزگاری جوان و دانشگاه دولتی آموزگاری ترسان بنا به سردنی میرسونم که ما از آن همون زحمت هم استادان بود که ما امروز مهمان یعنی تلویزیون سینما گشتیم. تشکر. خوب فیض الله، شما در آینده همچون خبرنگار اکنون فعالیت کردن میخواهید یا اینکه تاریخ نگار؟ همین رو گفتنی هم که پس از ختم یعنی دانشگاه رفته در معلم یعنی مکتب با حیث آموزگاری فنی تاریخ رو فعالیت میکنم. بسیار خوب. نفر دیگر شناس میشه. برامد. من یوسف فلیشر، دانشجوی بخش 3 فاکولته فیلولوژی توجیک دانشگاه دولتی آموزگاری توجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی هستم. خوب، نفر دیگر. من نورعلی فکبر، دانشجوی بخش اول اختصاص تاریخ حقوقی فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری توجیکستان با نام صدرالدین عینی میباشم. اشتراکچیان این دور علیشر، اکبر و فیض الله هستند و برای این سه نفر موفقیت میخواهیم تا اینکه به دور نهایی راحت بگیرند و به هر سه شما، به هر کدام شما نخترش در این دور سه سوالی پیشنهاد میگردد. در صورت پاسخ مطلق پیشنهاد کردن شما به دور نهایی راحت میگیرید. خوب، از که شروع کنیم؟ از علیشر، مرادف کلمه جواب کدام است؟ از پنج حرف عبارت است. مجازان تعبیر یعنی تعبیر خوب رو نیز چنین میگویند، یعنی سخن مقابل سوال و پرسش هستیم. از پنج حرف عبارت است. پاسخ. با پاسخ چنین گفت رستم بدوی، که رو نزد آن مهتری نامجوی. ولی جواب کاملا درست است. با اکبر سوال، مرادف کلمه نشانه کدام است؟ پنج حرف. مثلا علامت، اثر، اثر چیز، نشانه تیر، علامت جنگی است. مقصد، منظور را همچنین میگویند. کلمه نشانه مرادفش عبارت از پنج حرف. اگر در روزگار همون رو مردم پیشه نکنند، شاید در زندگی موفق نمیشوند. جواب کلمه هدف بود. یک سوال را اکبر ندانست و این کلمه هدف بود. سوال با اشتراکچی سیوم، مرادف کلمه اصل کدام است؟ اون را شهد هم میگویند و عبارت از هفت حرف است. شما در اختیار 10 ثانیه دارید. یک پیشنهاد دارم، اگر مربع نباشد دیگر جواب. یعنی پیشنهاد شما مربع است. متاسفانه جواب شما نادرست است. این کلمه انگوبین بود. سخن گر خود هم از سحری مبین است، فراوان موم و اندک انگوبین است. راهنمای بدی ها کیست؟ هفت حرف. دیو، شیطان و جین رو هم این طور میگویند. قوا و روح بدی و راهنمای بدی ها. خب سوال فهمو است، چون اگر ما به تاریخ و تاریخ پیشتر نظر کنیم و در اینجا میبینیم که راهنمای قوای بدی اهریمن است. بله، جواب کاملا درست است. چوبر تیز رو بارگی برنشست، برفت اهریمن را به افسون ببست. باز با اکبر سوال پیشنهاد می شود. نامی توانگری به نهایت بخیل کدام است؟
پنج حرف. پولداری خسیس که گویا به غضب خدا گرفتار شده با تمام ثروتش با زیر زمین فرود خورد. بله جواب کاملا درست است. قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. نوشیروان نمرد کی نامی نکو گذاشت. بله. اکبر نیز به یک سوال جوابی درست کرد و نکرو نوبت فیض الله. نامی جوانمردی عرب که در سخاوت همتا نداشت. پنج حرف. این نام را امروز هم پدر و مادران به فرزندانشان میگذارند. شخصی بود که در سخاوت همتا نداشت. البته نامی او در ایجادیات بزرگان ما چون سعدی شیرازی در گلستان هست. البته درباره او حکایه ها می آورند. خاتم توی؟ بله جواب خاتم بود. خاتم توی خرس شو از کیسه مردم بود. خاتم توی شدن آسان بود. چهار چیز مرد را تباه کند: مهتران را بخیلی و عالمان را عجب یعنی غرور و زنان را بشرمی و مردان را چی؟ عبارت از پنج حرف. گپی از حقیقت دور. کیزب. سوال رو دیگر تکرار میکردی؟ چهار چیز مرد را تباه کند: مهتران را بخیلی، عالمان را عجب، زنان را بشرمی و مردان را چی؟ عبارت از پنج حرف. در اختیار شما 10 ثانیه است. ده ثانیه شما با آخر رسید. جواب این کلمه دروغ بود. بیزارم از این دروغ گفتن، وین گوهری به فروغ گفتن. باز به اکبر برمیگردیم. از لقمان حکیم پرسیدند که کدام آتش است که فروزنده خود را میسوزد. او در جواب چی گفت؟ بدخواهی کردن هم میگویند، بداندیشی کردن. از چند حرف عبارت است؟ از پنج حرف. متاسفانه به این سوال جواب داده نتوانستید. این کلمه حسد بود. من پهلوی یار میکنم خواب، تو پهلوی خود کن از حسد خواب. از لقمان حکیم پرسیدند که چی شربت است که کدام شیرین باشد که به آخر تلخ شود. لقمان حکیم چی گفت؟ عبارت از پنج حرف. متاسفانه به این سوال جواب دادن نتوانستید. این کلمه شتاب بود. مبین به سید زنختان که چاه در راه است. کجا همه روی ای دل بدین شتاب کجا؟ خود بیننده های عزیز شاهد بودید که در این بخش علیشر با پاسخ گردانیدن به دو سوال اشتراکچی دور نهایی گردید و ما با اکبر و فیض‌الله برای اشتراک فعال و نمونویشان در برنامه خیر و خوش میکنیم. پیش از آنی که برنامه را ترک میکنند و اندیشه های شما را اوید به برنامه میخواستم بفهمیم. مرحبا. سر اول مینداری خود را به تشکر کنندگان چنین برنامه در تلویزیون سینما میرسونم. گرچنده در این برنامه غالب نیامده باشم، رو افتاده نیستم. کوشش میکنم که در برنامه های در پیش ساده با تیاری و با تئوری جدی آماده باشم و با جوانان توصیه میدهم که آماده در اینجا دانش و ملکه و مهارت خود را صیقل دهند. این برنامه خیلی جالب هم بود. ما کم تا به سراسیمگی داده شدیم، ولی باز همین مینداری خود را به تشکیل کنندگان همین برنامه میرسونیم. با علیشر برای دور نهایی ما موفقیت ها آرزومنده. واقعا هم اشتراک فعال این خود غالبیت است. با شما برای اشتراک بسیارم فعالانه اظهار سپاس میکنیم و از جانب یکی از سرپرستان برنامه نشریات ادیب با شما
کتاب خمسه نظامی گنجوی به هر دوی شما تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، برنامه میزون خیرات از تلویزیون دوست داشتنی سینما ادامه دارد و ما در بخش نهایی برنامه قرار داریم. یعنی در این بخش اکنون با اشتراکچی نهایی برنامه ما علیشر یوسوپوف هفت سوال پیشنهاد میگردد و در صورت غالب آمدن البته با مقدار سوال های پیشنهاد شده البته تحفه نصیب علیشر بشد و ما با شما برار میخواییم در این بخش. طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با آن همه حقوق دارند. نه حرف. عبارت از نه حرف. بله، عبارت از نه حرف است. براسودن و آسایش را افاده می کند. من فکر می کنم این شهروندی است. متاسفانه شما به این سوال جواب گردانیدن نتوانستید. این کلمه استراحت. هر یک شهروند تاجیکستان حقوق به استراحت کردن دارد. سوال دیگر، شخصی که دانا، آگاه، با ادراک، عالم، نقطه سنج، حاذق، زیرک، واقف باشد، باز او را چی میگویند؟ خوب میشد که اگر یکم مرند دیگر پیش نمیکردید. اهل تصوف را نیز چنین میگویند. عبارت از چهار حرف. این کلمه امروز نامی پسرانه است و پدر و مادر آن را به فرزندان میگذارند. بله، چون اینجا شما قید کردید اهل تصوف و ما وقتی که در ادبیات مطالعه کردیم و با آنها کمی با مشاهده شناسایی پیدا کردیم، اینا را فکر میگن که عارف مینامند. بله بله، این کلمه عارف بود. با افتخار شما. پای آن را که عارف معنی است، مرد عارف به دوستی اولی است. جامی، تو بی چوگان بازی را چی میگویند؟ عبارت از سه حرف. هر چیزی گیرد، لونده، هر چیزی به شکل کلوله از لطه، ریسمان، چوب و غیره ساخته شده که با آن بازی میکنند. تگمه را هم میگویند. جواب گردانیده نتوانستید. این کلمه گوی بود. برانسان که شد سرش مانند گوی، سوی دیگران اندر آورد روی. فردوسی. کسی را که در دریا برای گرفتن مروارید فرو می رود چی می گویند؟ عبارت از شش حرف. غوطه زننده در آب، غوطه خور و آبدان مروارید جوی. عبارت از شش حرف. بله، عبارت از شش حرف. این صراف باشد. صراف زرشناس است. این کلمه غواص. سخن گوهر شد و گوینده غواص، به سختی در کف آید گوهری خاص. نظامی گنجوی. از خوتلان آمده ایجاد کدام مردمی محل است؟ نامی ولایت است در افغانستان. سال 725 عرب ها با سروری قای مقام عرب اسد ابن عبدالله در ختلان شکست خورده قفا برمیگردند و این پاره شعر بعد این ایجاد میگردد. تخلص یکی از شاعران ما نیز چنین است. عینی؟ جواب درست این بلخ است. بلخ، یعنی جلال الدین بلخی. خوب، سوال دیگر. گفتن چهار چیز عاقبت چهار چیز است. عاقبت لجاج رسوایی، عاقبت بدگویی دشمنی، عاقبت کاهلی خاری و عاقبت خشم چی؟ عبارت از نه حرف. خب، یعنی من فکر میکنم عاقبت این پشیمانی هست. بله، جواب درست است.
میوه از جنس اوناب، چلون. چلون؟ چلون که مغزش سفید و پوست سرخ نازک دارد. عبارت از شش حرف. در ادبیات آن را جیگ دهم نام برند. جیگ ده. برکشیدن، وزن کردن، پیمودن. معنی فعل زمان گذشته در شخص سیومی تنها را چنین میگویند. شخص سیوم. بله. زردالو است. نه. جواب درست این سنجید. خوب دوستان عزیز، همین طور دور نهایی برنامه به انجام رسید و از هفت سوالی که پیشنهاد علی شیر شد تنها با دو تایش پاسخی درست دادند و ما با علی شیر در آینده باز هم پروازهای بلند اون را توانا میکنیم و بگذار دانش و مهارت شما باز هم صیقل بیاورد و اندیشه های شما دایر به برنامه مرمد. پیش از اونی که به این برنامه وارد شوم و در اینجا اشتراک کنم، من فکر نمی‌کردم که در اینجا غالب میشوم و من تنها خواستم که در اینجا یعنی که دانش خود رو سنجم و اومدم، البته اینجا اشتراک کردم و غالب هم شدم و از اینجا دیدن کردم شناسایی با شما، یعنی که من مینداری خود را به تشکیل کنندگان برنامه اولا و این چونین با تمام مردمی سینما میرسانم. تشکر زیاد میگویم به شما علی شیر برای اشتراک فعال و نمونوی در برنامه میزونی خیرات و از جانب نشریات ادیب به شما کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی و از جانب سرپرست دیگری ما یعنی فابریکای شیری سعادت به شما تحفه خاطروی تقدیم میگردد. پیش از اون که برنامه رو به انجام برسونیم با شما بیننده عزیز یک سوال پیشنهاد میکنیم. پول قدیمی عرب ها برابر با وزن 297 گرم نقره صاف است. سال 695 اون رو برای سودا با دولت های دیگر سیکه زدند. عبارت از 6 حرف. نفرانی که اولین شده با مؤسسه دولتی تلویزیون سینما جواب سوال رو خطی پیشنهاد میکنند صاحب تحفه میگردند. در همین جا ما برنامه همون رو به انجام میرسونیم. هوش و ذکاوت 1% و تلاش و کوشش 99% کار است. تا دیداری بعدی صحتمند و پیروز بمانید. خیر.